سلام بر دوستان خوب و عزیزم در سرتاسر دنیا. امروز روز سه‌شنبه، دو نفر از من سوال کردن، یکی گفته من برای ورزش چه کار میکنم، یکی هم گفته که کمردرد داره و عمل جراحی هم انجام داده ولی هنوز کمرش درد میکنه، قرصای مسکن میخوره ولی قرصای مسکن هم خیلی عوارض جانبی داره، نمیخواد بخوره، میخواد ببینه که آیا رو یه راهی هست. بله، راههای ورزشی، یعنی که بهترین کار برای کمردرد، کمردردهای مزمن و نرمش های یوگا است. و برای چون این دوتا سوال به هم رابطه داشت، من گفتم امروز من این جواب این دوتا سوال رو بدم. چرا؟ برای اینکه من خودم امروز وقت ملاقات دارم برای دندون پزشک، برای تمیز کردن دندونام زیاد وقت ندارم. این دوتا حرکت ورزشی رو نشون میدم، این دوتا حرکت برای کمردردهای مزمن خیلی خوبه. اگر شما هر روز این دوتا نرمش رو انجام بدین، بعد از مدتی کمردرد شما به طور قابل توجهی تسکین پیدا میکنه. من خودم برای ورزش یوگا انجام میدم، نرمش های یوگا. حتما نباید خیلی ورزش های سنگین انجام داد. این نرمش های یوگا جلوگیری میکنه از دردها، دردهای مفاصل. خب فعلا من اول یه مقدار خوردنی های امروزم رو میخورم و بعد این دوتا حرکت یوگا رو به شما نشون میدم. اول یک دوشک مخصوص یوگا بذارین زیر زانوتون یا اینکه یه متکا یا چیز نرم، و بعد باید که باسنتون روی زانوتون قرار بگیره و دستاتون هم زیر شونتون قرار بگیره و پاتون هم انگشتای پاتون روی زمین باشه و بعد سرتون رو اینطوری ببرین پایین و کمرتون رو بیارین بالا و بعد دوباره برعکس، کمر پایین سر بالا، همینطوری که من دارم این کار رو انجام میدم و چندین بار این کار رو انجام بدین، تکرار کنین و حتماً
نگاه کنیم ببینین، باسن باید روی زانو باشه و دستا زیر شونه و پاهاتون هم همینطوری که من گذاشتم پاهامو باید باشه. حالا حرکت دوم اینه که پاهاتونو بلند میکنین همینطوری که من بلند کردم و بعد پاهاتونو با سرتونو این ور اون ور میکنین. وقتی پاتون به یه طرف میره، سر به طرف دیگه. چون اینو حرکت رو در یوگا بهش میگن هپی داگ. مثل سگا که وقتی خوشحالن دومشون رو تکون میدن، برای همین به این میگن هپی داگ. و وقتی که پاتون میره یه طرف، سرتون طرف دیگه. این دوتا حرکت رو هر کدومش رو 8 تا 10 بار تکرار کنین و بعد هر روزه این ورزش رو انجام بدین و بعد از مدتی خواهید دید که درد کمرتون به طور قابل توجهی تسکین پیدا کرده. امیدوارم که این ویدیو برای اونایی که کمر درد دارن مفید واقع شده باشه. البته حتما نباید که کمر درد داشته باشین تا این حرکات رو انجام بدین، چون این حرکات یوگا برای همه خوبه و از درد کمر و دردهای دیگه جلوگیری میکنه. حالا در ویدیوهای بعدی که تهیه خواهم کرد در مورد دردهای مزمن دیگه صحبت میکنم و اینکه چه حرکات یوگا برای دردهای دیگه خوبه. فعلا خداحافظ. بای بای.